روزهایی که افغانستان در حال تسلیم شدن بود، در حال تسلیم دهی بود، در کابل حضور داشتم و شاهد بودم که چگونه با آرامی شهرهای افغانستان یک تای هم به طالبان داده می شود، بدون هیچ نوع درگیری کشور ما، خاک ما به این گروه داده شد. اون روزهایی بود که ما در صفحات اجتماعی دخترها اینا وقتی بودن مسیج کردم برای کسایی که در کابل حضور داشتن، زرا از طریق فیسبوک، واتساپ، امروز اینا تماس گرفتم که ما باید زیر یک چتر جمع شویم با هم کار بکنیم، به خاطر از اینکه آماده باشیم اگر اتفاق میفته، اگر مشکل بر ما ایجاد میشه، ما نباید از اون فرار کنیم. ما باید در برابرش ایستادگی بکردیم و در تاریخ 20 آگست جنبش مدنی زنان افغانستان را ایجاد کردم. در 7 سپتامبر 2021 اولین اعتراضی که داشتیم، اعتراضی که بسیار بزرگ بود در سطح کابل و اکثر ولایت‌های دیگه هم که مردم پاکستان، و اون روزی بود که تمام زنان فارسی زبان و خصوص زنان تاجک، زنان سمت شمال در کابل، نه تنها زنها که تا مردا هم در اون اعتراضات اشتراک کردن. متاسفانه با یک خشونتی بسیار زیادی ما مواجه شدیم، با شلیک‌های هوایی ما مواجه شدیم و اکثریت بچه های ما اسیر شدن، اینجا زخمی شدن و اکثریت شما شکنجه کردن. نهم سپتامبر دومین اعتراض ما بود که بعد از اون دیگه اعتراض های ما کلا ادامه داشت. آخرین اعتراضش در 16 جنوری 2022 بود که نگفتن به قوانین اجباری و حجاب اجباری. بعد از اون ما اسیر شدیم، نمیشه به خانه ما هم نکردن و سه خواهر ما از خانه بردن. تقریبا مدت یک ماه 26 روز و 26 شب ما در زندان سپری کردیم با وضعیت بسیار رقتبار. با وجود که ساده نبود، یعنی شما باور بکنیم رفتن به اعتراضات کار ساده نبود، تصمیم بسیار سخت بود که ما باید بگیریم، بلکه ما مجبور بودیم که یا زندگی را شبه برده ها بپذیریم و یا ای که بر آزادی انسانی را بجنگیم، و ما اون جنگیدن انتخاب کردیم. یعنی روزهای وحشتناک را ما سپری کردیم و ساده نبود که در برابر از این گروه استادگی بکنیم، گروهی که همه تجهیزات نظامی افغانستان، همه دار و ندار مردم افغانستان اختیارشان بود و ما شکست هم نخوردیم، شکست نخوردن مدل از این که ما با دست خالی خود اونجا رفته بودیم. وقتی ما اعتراض میکردیم، مخاطب ما اینها نبود، مخاطب ما همیشه کسایی بود که دوباره حمایت میکردن، کسایی بود که در زیرا پول میدادن و سبب تداوم قدرت از اینا میشد. ما از اینا چیز نمیخواستیم. اشتو میتونم از طالبی که سالها مکتب بمبار کرد، استادا را قتل کرد، دانش آموزا را قتل کرد، ما از اون برم بخواهیم بودم در وزیمت و باسکو. منطق نداره این که دیوانگی هست. ما مجبور بودیم که استادگی بکنیم و از حامی های از ما بخواهیم که آنچه بینا انجام میتن کار غیر انسانی هست. اون وقتی که ما را بردم در افتتام، وقتی که دستگیرم کردم، یک زن حضور نداشت امرایشان، و وقتی که در زندان بودیم یک زنی وجود نداشت، نه در تحقیقشان، نه در شکنجهشان، در هیچ چیزشان زنی نبود، قد همش مردا بودن. و ما فکر نمی کنیم که مقاومت ما از بین بره، استادگی ما، تلاش ما یه مدام خواهد بود، برسیس که ما یک مدت زجر کشیدیم، خسته هستیم و با کمی وقت نیاز داریم دوباره سرپای شویم. ما به این معنا نیست که برای همیشه سکوت خواهد کردیم. خب سازمان ملل افغانستان در اینجا به عنوان نماینده مردم افغانستان باید باشن، صدای مردم افغانستان باید باشن، نه ای که از دولت ها. و حالت فاجعه باری که در افغانستان جریان داره، اونا باید انعکاس بدن. امیدوار هستم که مسئولیت انسانیشان را بهتر ادا بکنن و در برابر آنچه که در افغانستان اتفاق میفته، در زنهای افغانستان، در مردم افغانستان پاسخگو باشن و راه حل داشته باشن.